Araştırma bir Aziz. آقای آرش. بله 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 حتما. صدام الان خوبه بابا جون؟ بله بله. قربونت برم. آره بگو. بسیم به وقتی نمود کم ترسیم استان خدمت باشم. ببین من به دو طرف میخوام نظر بدم. یکی این که من کاملا موافقم که یه تابویی که هست، مثلا اگر ما یه فردی رو میبینیم که دوتا خانوم داره یا خانومی رو میبینیم که با دوتا آقا با همان، این دیفالت غیر اخلاقی بودنش رو باید بزنیم و باید کاملا تلاش کنیم تا این تابو از بین بره و کاملا هم میتونه یه رابطه غیر هسته‌ای اخلاقی باشه، میتونه هم غیر اخلاقی باشه. اما از اون طرف یه بحثی هستش که برای اینکه ما بخوایم از اخلاقی بودن این موضع دفاع کنیم، چون ما به رول یوتیلیتریزم هم باور داریم، یعنی اخلاق، یعنی کاربردگرایی قاعده مند، فایده گرایی قاعده مند، با توجه به اینکه به نظر میرسه، آمار دقیقی نداریم، اما به نظر میرسه افرادی که توانایی اینطور روابطو دارن کمن و خب باید هم از حقوقشون دفاع بشه. اما کسایی که تمایل به اینطور روابط دارن، یعنی قابلیت تمایلش احتمالاً بیشتر نسبت به اون کسایی که این قابلیت رو دارن. این اگر مثلا ما 5% جامعه رو در نظر بگیریم که قابلیت اینطور روابط رو دارن که بتونن انجامش بدن، ممکنه 40%، 50% جامعه تمایلش رو داشته باشن و یک طرفه و بی‌محابا اگر بخوایم دفاع کنیم از این نوع روابط آزاد، میتونه اگر کنترل شده نباشه آسیب بزنه به اون بخشی که تواناییش رو ندارن ولی تمایلش توشون در مقاطع مختلف ایجاد میشه. و خب این نظر کلی من. خب این یه ذره مثل BDSM و این چیزا میشه، یعنی مردم چه حشری انحول میشن، همه چی مثلا فکر میکنن دارن بی خدا میشن یا بی دین میشن، یا از یه جامعه سنتی میان بیرون یه دفعه دو پای میپرن توی یه دنیایی که اصلا آشنایی ندارن، که یه قوانینی داره، یه راههایی داره که باید، یه سری معیارهایی داره که باید رعایت بشه و یه کارهای اشتباهی میکنن که همه چی میریزه به هم. مثل همین دنیای BDSM. خب یعنی ای مثلا بریم مدرن بشیم، چه میدونم این چیز این چیه، مثلا تو دنیاهای غیر اسلامی دارن چه کار میکنن، بعد میرن یک کارهای خطرناکی میکنن اصلا، بعدم برای بقیه هم بد میشه. یعنی اتفاقا شما اگه میخواین مثلا از این رابط جنسی آزاد دفاع بکنین، مراقب باشین که مردم یه دفعه دو پای نیان بپرن تو، به خاطر یه کارهای اشتباهی میکنن، بعد برای بقیه ماها که این چیزا رو داریم رعایت میکنیم و درست داریم انجامشون میدیم، برای ما بد میشه، برای اینکه آره دیگه، یعنی یه اسم بعد یه اعتبار این روش ها میاد پایین. یعنی وقتی مثلا یه آدمایی رو مثلا به دنیای BDSM معرفی می‌کنی، باید بهشون بگی ببین اینجا یه قانونمند این دنیا، چون دنیای سکس، فکر نکن که هر چیزی که غیر اسلامیه، یعنی هم هر کاری می‌کنی باید این قوانین رو اینجا رعایت بکنی. خب یه کسی هم مثلا می‌خواد وارد یه زندگی مثلا یه رابطه جنسی باز بشه، یا اینکه چه می‌دونم سگانه چهارگانه بشه، ببین این دنیای هر کی هر کی نیست، اینجا هم یه روشایی هست که قبل از اینکه رعایت بکنی که بتونی وارد این دنیا بشی. حتی من فکر می‌کنم از BDSM مقداری بالاتر از درجهش تو این زمینه، چون فکر میکنم، البته میگم آماری ندارم، ولی فکر میکنم جذابیت این روابط باز خیلی بیشتره برای افراد بیشتری جذابه تا نسبت به BDSM. به نظر چی ها اونجا؟ نمیدونم که چجوری میشه مقایسش کرد، ولی من فکر میکنم چون که مثلا مردم مثلا توی جامعه سنتی مثل ایران از محدودیت ها زده شدن، خب محدودیت ها دیدن محدودیت ها غیر منطقیه، خب برای همین فکر میکنم پس محدودیت رو با غیر منطقی بودن مثلا خیلی یکی میبینن. خب در صورتی که ما کاری که باید بکنیم اینه که محدودیت رو نباید بذاریم کنار، ما از محدودیت های غیر منطقی میخوایم وارد دنیای بشیم که محدودیت های منطقی داره، محدودیت هایی که باعث افزایش سلامتی میشه. خب و یعنی بی بندوباری نیست مثلا اینجوری که فکر میکنیم مثلا همه چی آزاد هر کاری دلمون بخواد بکنیم، نه اینجوری ها نیست. شما درسته که قوانین اسلامی نداریم، ولی اگه شما میخواین زندگی سالمی داشته باشین که باعث افزایش بهسیستی خودتون و بقیه کسایی که دوستشون دارین میشه، یک سری قوانین رو خودتون برای خودتون باید تعریف بکنین. درسته منظور دین آرش؟
دقیقاً 100%. اصلا کلا چه بحث بیان، چه بحث اخلاق، اینا هم دفاع از آزادیش، دفاع از آزادی چجوری به مشروعشه، دفاع از آزادی منطقیشه، نه اینکه یعنی آزادی بی حد و حصر رو، یعنی اصلا مرزای اخلاقی که میان اتفاقا واسه اینه که آزادی ما رو بگیرن اگه بی حد و حصرشو، ولی باید مرزاش منطقی باشن. دقیقا این خیلی نکته مهمی بود که شما اشاره کردین، که ما هیچ وقت نمیخوایم که کامل مرزای اخلاق رو برداریم، فقط میخوایم حدودش رو درست تعیین کنیم، یه ملاکایی براش داشته باشیم که با یک تفکر نقاد نسبت کاربردش به ضررش رو بسنجیم، اون موقع مرز بذاریم. اما دنیایی که توش هیچ مرزی نباشه اصلا دنیای خوبی به نظر نمیاد باشه. درسته، اتفاقا برای همینم هم من با بابک هم خیلی مشتاق بودیم که فکر کنم BDS مثلا برنامه در روی BDSM بذاریم، بخاطر اینکه BDSM فقط در روی BDSM نیست، BDSM میتونه نشون بده به کسایی که مثلا تو دنیای سنتی بودن که دنیایی که مثلا قوانین سنتی نداره چقدر قانونمند است، چقدر محدودیت ها داره و چقدر هم محدودیتاش منطقیه. آره فقط دقیقا، و چقدر هم محدودیتاش منطقیه. و این فقط و وقتی کسی و یه کسی مثلا وقتی BDSM رو یاد میگیره فقط در روی BDSM یاد نمیگیره، داره درباره نحوه به دست آوردن محدودیت های منطقی میفهمه، که چقدر جالبه که چجوری این کامیونیتی کسایی که تو BDSM هستن چجوری به این قانون رسیدن و چقدر وسواس دارن که مثلا همه چی سالم باشه، هزینه ها رو بیارن پایین، خطر رو بیارن پایین، همه راضی بیان بیرون. خیلی جالبه و این فکر کنم کاربرد یاد گرفتن این ماورای مثلا بی دنیای BDSM هست. خیلی ماورای BDSM خیلی آره. مخصوصا مثلا حتی قوانین پایش مثلا سیف بورد داشتن، خیلی ها هستن که هیچ علاقه مثلا به روابط BDSM ندارن ولی مثلا به رول تجاوز مثلا علاقه دارن، اما نمیدونن که چقدر کاربرد داره این سیف بورد داشتن ها، و خب اگر بیان اینا رو یاد بگیرن فکر میکنم تو روابط دیگه هم خیلی به دردشون میخوره. آره اگه میشه کامنت بذارین به ما بگین که برنامه در BDSM بذاریم، شما اگه مشتری هستین به ما بگین تو کامنت اینا. جمهوری بی خدایان.